ببینید برادران خواهران، اسلام جاده ازدواج رو صاف کرده. خیلی ازدواج راحت، جاده طلاق رو پر از سنگلاخ کرده. ازدواج بکنن طلاق ندن. با خوندن صیغه در یه مجلسی ازدواج تمام میشه، اما طلاق میخواد بده به این آسانی که نیست، شرایطی داره. اولا باید زن در حال عادت نباشه، اینو بدانید. بسیاری برای ما می نویسن، ما رو بردن میخواستن طلاق بدن، در حال عادت ماهانه بودیم. محضردار سوال کرد، خجالت کشیدیم بگیم طلاق دادن. خب این طلاق باطله، تو هنوز همسر اون مردی، نمیتونی بری دوباره ازدواج کنی، باید طلاق از نو بگیری در حالت عادت ماهانه. خب یه مدتی میگذره تا این حالت پیدا بشه، فورا نمیتونن مثل ازدواج، ازدواج در همین حالات میشه. دوم این که پاک شدی باید با اون همسرت آمیزشی نداشته باشی، اینو میگن طهر غیر مواقع. اگر داشتی دو مرتبه باید عادت بشه، دو مرتبه باید پاک بشه تا بشه صیغه طلاق جاری بشه. اسلام با این چیزا طلاق رو عقب میندازی، جادهشو پر سنگلاخ میکنی. سوم، دو شاهد عادل باید اونجا حاضر باشن. موقعی که میخوان عقد ازدواج رو بخونن هیچ لزومی نداره شاهد عادلی باشه، باشه بهتره، نباشد عقد ازدواج صحیحه. اما طلاق دو شاهد عادل باید حضور داشته باشه. دیگه چی؟ دیگه این که باید تمام حق و حقوق زن رو بپردازی میخوای طلاقش بدی. اضافه بر اینها، گاهی در بعضی از شرایط مثل الان ایجاب میکند تا حاکم شرع و دادگاه اجازه طلاق ندهد، طلاق ندهند. جادر ناصاف و ناهموار میکنه که طلاق نشی. طلاق بلای بزرگی است، مشکلات زیادی در جامعه ایجاد میکنه، مخصوصا اگر پای فرزندی در میان باشه. این بچه های بدون سرپرست بعد از طلاق مشکل ساز در جامعه میشن و بسیار دردسر آفرینه. با کمال تأسف، با اینکه اسلام این همه مذمت از طلاق کرده، نمونه ای بخوانم از روایاتی که در مذمت طلاق، چون اخیراً میگن آمار نشان میده طلاق داره زیاد میشه، ازدواج کم طلاق زیاد. این نشانه دوری جامعه از اسلام و ناسالم بودن فرهنگ اجتماعی مسلمانانه. من دو روایت ناب براتون بخونم از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر دو روایت در جلد 15 کتاب شریف وسائل الشیعه در کتاب الطلاق. حدیث اول، پیغمبر اکرم فرمود ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی طلاق. تعبیر حدیث رو دقت کنید، پیغمبر فرمود چیزی مبغوزتر در پیشگاه خدا نیست از خانه‌ای که در اسلام
به واسطه طلاق ویران میشه، تعبیر به خانه خرابی میکنه پیغمبر در باره طلاق. هیچ چیزی در اسلام مبغوضتر از این نیست که خانه ای به وسیله طلاق ویران شود. حدیث دوم فرمود تزوجوا ولا تطلقوا، ازدواج بکنید، کمک کنید، ولی طلاق ندید. چرا؟ فإن الطلاق يهتز منه العرش، عرش خدا بلرزه در میاد اون موقعی که صیغه طلاق دارن میخونن. دیگه تعبیر از این مهمتر نمیشه. و اینها نشان میدهد چه عواقب تلخی طلاق ها دارد و چقدر باید زن و شوهر تحمل داشته باشند. مع الاسف خیلی ساده این روزا میرن جدا میشن. شنیدم بعضی جاها مجلس جشن طلاق میگیرن مثل جشن عروسی. جامعه ناسالم که بشه جشن طلاق میگیره. قرآن مجید تعبیر عجیبی داره، میگه عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم، میفرماد این زن که ازش خوش نمیاد یا این خانم این شوهر که ازش خوش نمیاد ممکن است یه خیراتی درش باشه که شما نمیدونید. ای بسا یه فرزندی متولد بشود، افتخار جامعه مسلمین بشود از همین دو نفری که خیلی با هم علاقه ندارن.